شما و درود بر همه همیهنان و دوستانی که در تالار حضور دارن و یا از یوتیوب ما رو میبینن. روز فردوسی رو به همه هماندیشان و هموطنان شاد باش میگم. 25 اردیبهشت که ما به پیشوازش رفتیم، بزرگ داشت فرزانگان و سرآمدان ایرانی، جدا از قدردانی که انسان نسبت به اونها به عنوان یه هموطن کوچکترش ابراز میکنه، یک سود بسیار بسیار دیگری داره، مهمی دیگری داره که ما در حقیقت رو اون کمتر مکس کردیم و کمتر بهش پرداختیم. و اون این است که اگر از فردوسی گفته میشه، اگر از زرتشت گفته میشه، از کوروش، از داریوش، از اردشیر بابکان، بکوشیم که تا جایی که برامون مقدوره و در تواناییمون هست، آنچه که از اونها رو آموختیم در محیط پیرامونمون، در جامعه، در کشور، بتوانیم در حقیقت در اختیار دیگران قرار بدیم، اندیشه، منش و روش اونها رو در دستور کار زندگیمون قرار بدیم. و اگر کسی رو بزرگ میدانیم و اگر سپاسگزار او هستیم، بکوشیم که دست کم در جاهایی که او پا گذاشته پایمون رو بگذاریم و همون رهسو بریم که اون رفته. ما هنوز تو این بحث هستیم که آیا مردان بزرگ و زنان بزرگ هستن که تاریخ رو میسازن و تاریخ ساز میشن، یا اینکه نه، شرایط تاریخی است که باعث میشه یک چهره‌ای یه دفعه گل میکنه و در یک بزنگاه میاد و سرنوشت یک ملت یا سرنوشت حتی جهان رو تغییر میده. این که کدوم یکی از این دو عامل، محیط و شرایطی که انسان رو میسازه یا انسانی که محیط و شرایط رو شکل میده، این خارج از بحث امروزه. ولی آنچه که امروز به چند دقیقه میپردازم کوتاه فشرده، مسئله مسئولیت پذیری و شاهنامه است. در کنار خیلی از آموزه هایی که از شاهنامه میگیریم، خردگرایی، دادورزی، شادزیستی، آزادگی، رواداری، بزرگمنشی، در کنار همه اینها یک ویژگی هست که بسیار پررنگه، هم در خود شاهنامه و هم در زندگی خود فردوسی، و اون مسئولیت پذیری است. نقشی که انسان بازی میکنه در هستی، در گیتی، در کشورش، هنگامی که خودش رو هیچ نمیدونه، هنگامی که فکر میکنه بیش از هیچه، توانایی اینو داره که به محیط پیرامونش تأثیر بگذاره، توانایی اینو داره که در راستای گام برداره که جهان بهتری در کنارش شکل بگیره. و فردوسی خودش واعظی نبوده که اینو موعظه کنه و بهش نپردازه. زندگی خود فردوسی مسئولیت پذیری بوده. وقتی که میبینیم شرایطی پیش میاد در حدود 1000 سال پیش که به شدت مسئله پیوستگی فرهنگی و هویتی ایران در تهدید قرار میگیره، خیلی ها مطمئنن این حس رو پیدا میکنن که ایران تمامیتش و موجودیتش داره از دست میره. یعنی اگر که اون هویت سیاسیش و استقلالش 1400 سال پیش از دست رفته، در 1000 سال پیش این شرایط ایجاد شده که کلن اصلا ماهیتی به نام ماهیت ایران از میان بره. خیلی ها احتمالا اندوهگین شدن، غصه خوردن و مصیبت ها گفتن، ولی در میان این شمار زیاد انسان هایی که این حس رو پیدا کردن، چند نفری دست به کار شدن و کوشیدن که به خاطر مسئولیتی که بر دوششون حس می کردن کاری بکنن که این رخداد شوم روی نده. و از میان کسانی که این کار رو کردن، طبیعتاً شاخص‌ترینشون و با استعدادترین و بالاترینشون فردوسی بود. پس فردوسی خودش کسی است که مسئولیتی برای خودش شناخت، زندگیش رو وقف به اون کرد که اون مسئولیت رو به سرانجام برسونه. از آبادی‌ها و چند پارچه آبادی و روستا و زمین‌های کشاورزیش غافل شد، شاید از زندگی شخصی و خانوادگیش هم غافل شد، ولی کاری کرد کارستان و کاری کرد ماندگار برای همیشه. و این
ویژگی که خود فردوسی بهش در حقیقت کاملا مجهز بود در قهرمان‌ها و پهلوان‌های شاهنامه هم در تک تک دیده میشه. خود شاهنامه فردوسی در حقیقت منظومی است از خدای‌نامه. خدای‌نامه که خود خدای‌نامه شکل گرفته بر اساس آنچه که دوره ساسانیان باقی مونده و بخشایی که در هنگام حمله اعراب بر اون افسوده شده در حقیقت گردآوری شده اسطوره‌های ایرانی، حماسه ایرانی و بخشی از تاریخ مدون ایرانه. کسی به نام سپهسالار منصور عبدالرزاق اومد و از بزرگان منطقه، از دهقانان اصیل و از فرهنگ دوستان ایرانی دعوت کرد که ما نام اینها رو داریم، مشخصات رو داریم که از کدوم شهر اومدن. 5 نفر رو گرد آورد در توس و گفت من این امکان و توانایی رو دارم که شما رو پشتیبانی مالی بکنم، شما زندگیتون رو رها کنید، بشینید اینجا و روی خدای‌نامه کار کنید، این مجموعه رو کنار هم بگذارید و شاهنامه رو بسازید. شاهنامه به نسخ به نام شاهنامه ابومنصوری معروف شد و امروز ما ازش فقط مقدمه شو داریم، پیش گفتارش داریم، شو وقتن از دست رفته. خود سپهسالار منصور عبدالرزاق گفت من علاقه‌مندم، ولی من نه دانش این کار دارم نه توان فنیشو دارم، ولی این امکانات مالی رو دارم که 5 تا انسانی رو که توان این کار رو دارن رو گرد بیارم و بکوشم که یه همچین مجموعی رو برای ایران، برای ایرانیان امروز و نسل‌های بعدی باقی بگذارم. این چیزی نبود جز شناخت مسئولیت، مسئولیت یک فرماندار محلی در توس که با این کارش باعث شد که دستمایه بزرگی به نام خدای‌نامه و شاهنامه ابومنصوری در اختیار فردوسی بزرگ قرار بگیره. اندکی پس از اون برای اینکه شاهنامه رو بسره، در خود شاهنامه قهرمانان و پهلوانان، فرزانگان، فرهیختگان ایرانی بر پایه خیشکاری و مسئولیت و وظیفه‌ای که برای خودشون متصور هستن حرکت میکنن، بی تفاوت نیستن، شرایط رو درک میکنن و بر اساس شرایط میبینن چه کاری ازشون برمیاد. اونها هستن که در سپهر هستی و زندگی اسب اراده رو میرانند، میتازونند و میکوشن که منشأ اثر باشن. تسلیم در برابر آن چیزی که ما بعدها به عنوان تقدیر و سرنوشت ازش رو یاد کردیم نیستن و میکوشن دستکم اگر در برابر سرنوشت کاری نمیتوانند بکنن، دستکم سرگذشت رو خودشون رقم بزنن. و داستانهای شاهنامه همه حکایت تشخیص مسئولیت و گام برداشتن برای ادای وظیفه است. از این نظر شما بسیار رنگ و بوی اوستا رو در شاهنامه هم میبینید. اوستا و آموزه های زرتشت هم در حقیقت تلفیقی است از حس مسئولیت و حق گزینش. شما این حق رو داری که برگزینی که چه کار کنی و بر اساس گزینشی که داری طبیعتاً مسئولیت متوجه میشه. گزینش درست شما رو به جایی میبره که براتون سربلندی و خوشنامی میاره و گزینش بد جایی میبره که برای شما شاید بدنامی بیاره، شاید خاری و خفت بیاره، ولی حق و مسئولیت همیشه همراه میشه. قهرمانان شاهنامه خودشون رو حقدار میدونن چون برای خودشون مسئولیتی هم قائلن. این مسئولیت پذیری رو شما تو تقریبا همه داستانهای شاهنامه میبینید. من یکی دوتا فقط به عنوان نمونه خدمتتون میگم. هنگامی که سیاوش و ایرانیان کشته میشن در توران، از فرنگیس همسر سیاوش فرزندی زاده میشه که خسرو، و این که خسرو در دیار دشمن زاده شده. پس از چند سال مأموریتی داده میشه به گیو، پهلوان شاهنامه، گیو فرزند گودرز، که بره به خاک توران و اینقدر بگرده و جستجو کنه تا این فرزند سیاوش رو پیدا کنه و او رو به ایران برگرده. گیو به توران میره و 7 سال در توران در جستجوی که خسروست. سرانجام کیخسرو و مادر او فرنگیس رو پیدا میکنه و به ایران برمیگرده. میدونید 7 نشانه شماره خیلی بالاست.
7 سال در توران گشت، یعنی سالهای بسیاری در توران گشت. کیخسروان در شاهنامه نماینده شاه آرمانی یا دولت ایدئال ایرانیانه. به عبارتی دیگر تو این داستان، تو این نمونه، ما داریم میبینیم که گیو بر اساس خیشکاری و مسئولیتی که حس میکنه و پذیرفته، سالهایی از عمرش رو میگذاره، میرود تو قلب خاک دشمن به جستجوی اون دولت آرمانی، حکومت ایدئالی که برای ایرانیان هست، و موفق میشه اون فرزند رو، یعنی کیخسرو رو که بعد میشه شاخص آرمان شهری، بعد بیاره به ایران و بعد داستانهای کیخسرو رقم میخوره. از این نمونه ها ما بسیار داریم. هنگامی که هجیر توسط سهراب اسیر میشه و سهراب اونو میبره بالای یک تپه و بهش میگه به من بگو که توی این اردوگاه ایرانیان رستم کدومه، به من نشون بده چادرشو و پرچمشو، من بدونم رستمو شناسایی کنم. هجیر پیش خودش میگه که اگر من رستم رو به این نشان بدم، این جوان بسیار نیرومنده و رستم در کهنسالی به سر میبره، فردا اگر رستم به دست این کشته بشه کمر سپاه ایران میشکنه و من نمیتونم همچین جفایی رو در حق هم میهنانم بکنم. اونجا میگوید که چنین آید از موبد پاک، یا چو ایران نباشد تن من مواد. لو نمیده، نمیگوید که این رستمه، برای اینکه همچین ریسکی رو ایجاد نکنه که فردا با کشته شدن رستم سپاه ایران رویش رو از دست بده. اینا حس مسئولیت هاییست که شما در خط به خط شاهنامه در میان قهرمانان میبینید. پیران ویسه وزیر افراسیابه، ولی در شاهنامه شخصیت بسیار خردمند و شخصیت بسیار نیکی داره. اینگونه نیست که در شاهنامه همه تورانی ها بد باشن و همه ایرانی ها خوب باشن. قضیه اصلا سیاه و سفید نیست. خود پیران ویسه که بسیار مورد علاقه ایرانیان هم هست، در هنگامی که ایرانیان برای کینخواهی سیاوش و ایرانیان کشته شده میروند و تورانیان رو شکست میدن، در گام های واپسین مرتب ایرانیان از جمله خود گودرز به اون میگویند که سلاح بر زمین بگذار، بیا و ما تو رو بهت خوش آمد میگیم، تو رو در آغوش میکشیم و کشته نشو در کنار افراسیاب تبهکار و بقیه تورانیانی که باید به سزای کارهای زشتشون برسن و کیفر ببینن. ما به تو تأمین میدیم، امنیت میدیم و قدمت روی چشم ما و بیا به این بر. پیران که انسان بسیار خوش انگیزه و نیک گوهری است و انسان خردمندی هم هست، میگه من مسئولیتی دارم، من مقام سپه سالاری و وزیری داشتم برای توران و اکنون که همه چی به هم خورده و شکست خورده، این انصاف نیست که من شرایط رو رها کنم، این وضعیت رو، و بیام و پناهنده بشم. و بعد روی میکنه به دیگران و این دو بیت بسیار ماندنی شاهنامه رو میگه که ز بهر بر و بوم و پیوند خیش، زن و کودک و خرد و فرزند خیش، اگر سر به سر تن بکشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این مسئولیتی است که یک سپه سالار مثل پیران احساس میکنه و در هنگامی که میدونه تقریبا کارش تموم شده است، سنگرش رو رها نمیکنه. برای همین هم است که در تمام طول شاهنامه پیران به عنوان خردمند و به عنوان انسان نیک سرشت ازش یاد شده. نه فقط تو بخشای حماسی شاهنامه، بلکه در بخش تاریخی مدون شاهنامه ما مرتب این حس مسئولیت رو میبینیم. هنگامی که انوشیروان به شاهی میرسه و میبینه که کشور دچار گرفتاری اقتصادی، کشور دچار خرابی و ویرانی است، به یه آشکارا میگه که نمانیم کین بوم ویران کنند، همین غارت از شهر ایران کنند. اگر قرار باشه ما باشیم و ایران تبدیل به یک ویرانه‌ای بشه، پس بودن من اینجا چه حاصلی داره، چه فایده ای داره؟ این سخنان رو در پایان کار سخنم میخوام وصل کنم، بپیوندونم به شرایط امروز ما. تقریبا از 82 میلیون ایرانی، میتونم به جرات بگم 98% همیشه با احترام و با علاقه از فردوسی یاد میکنن و از شاهنامه به بزرگی یاد میکنن. درس شاهنامه، یکی از دروس شاهنامه، همین مسئولیت پذیری است. این جمعیت بسیار بالایی که از شاهنامه به نیکی یاد میکنن، چقدرشون مسئولیت پذیر بودن
و حس کردن که می توانن برای انجام تغییراتی، برای انجام حرکتی، برای بهتر کردن شرایط در پیرامون خودشون گامی بردارن و برداشتن. از این 10 میلیون ایرانی در درون کشور چقدر ما انسان بی تفاوت داریم و انسانی که باری به هر جهت دارن هر روز رو سپری می کنن و منتظرن که کسی یا کسان دیگری بیاین و برای اونا سرنوشت بهتری رقم بدن. از چند میلیون ایرانی برون مرز چقدر از افراد حس مسئولیت داشتن، کوشیدن که در توان خودشون، در بضاعت خودشون، در حد استعداد خودشون کار بکنن و یک حتی شده یک اندکی از بار بسیار سنگینی که بر دوش میهنشون هست، بر دوش هموطنانشون هست، بردارن. در خلاف آنچه که معمولا گفته میشه که ما خیلی ها میگن ما ملتی هستیم که از خائنین داریم ضربه میخوریم، من فکر میکنم ما از نظر شمار خائنین خیلی وضعمون بدتر از بقیه ملت‌ها نیست. همه ملت‌ها خادم داشتن، خائن هم داشتن. گرفتاری ما امروز بی‌تفاوتی است که امروز داره سرنوشت ما رو روز به روز به طرف تاریکی و سختی بیشتر می‌بره، خطرات کشور رو تهدید می‌کنه، افزایش میده، ناامیدی بیشتری رو در کشور در حقیقت دامن می‌زنه و این وسط یک بخش بزرگی از ایرانیان بی تفاوتن. علتش اینه که برای خودشون مسئولیت قائل نیستن. علت این است که خودشون رو هیچ میدونن و فکر میکنن که تصمیم اونها برای برداشتن گامی در راستای بهتر کردن وضعیت یا ایجاد تغییرات بنیادی در پیرامون خودشون، در شهر خودشون، در کشور خودشون، در جهان اتلاف وقته و اگر قرار کسی کاری انجام بده برن دیگران انجام بدن، هزینه بدن و طبیعتاً منم ازش استفاده میکنم. این که دیگران برن هزینه بدن و دیگران هم که باید برن تغییرات ایجاد بکنن یا دیگران هم که باید تو این زمینه کوشش بکنن و من زمانم و انرژیم و پولم و توانم و اعصاب و روانم هر چیزی که دارم و در اختیار خودمه و برای خودمه، این یکی از همون گرفتاری هاییست که ما رو امروز در جایگاه کنونی قرار داده. این یکی دیگه از پیامدهای منفی دور افتادن ما از فرهنگ شاهنامه‌ای و از روش زندگی بزرگان ایران زمین از جمله فردوسی بزرگ بوده. امیدوارم مسئله نقش پذیری در اجتماع، مسئولیت پذیری در زمینه میهن و هم میهن و آنچه که به سرنوشت امروز و فردای ما مربوط میشه رو شماره بیشتری از ایرانیان پیشه کنن و فکر نکنن صفرن، فکر نکنن پوچن و هیچن. مطمئنن به قول زنده یاد مانوک خدا بخشیان یک دست صدا داره و همین یک دست ها یه دست ها شما میبینید که باعث میشه که یه نیروی عظیم ملی برای ایجاد شرایط بهتری واسه زندگی ایرانیان رقم خواهد خورد. خیلی از توجهتون سپاسگزارم. سپاس از شما جناب شاهین نژاد بابت سخنرانی که داشتید. لازم به یادآوری هست که در نشست‌های هفتگی از جنبش رنسانس ایرانی هستیم. این نشست‌ها هر هفته آدینه‌ها رأس ساعت 23 به هنگام ایران، ساعت 18 به هنگام اروپای مرکزی و ساعت 9 بامداد به هنگام غرب آمریکا برگزار میشه در کانال یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی و فیسبوک رسمی جنبش رنسانس ایرانی این برنامه‌ها به صورت زنده قابل دیدن هست. سپاسگزارم از شما. با جناب بابک سینا هستیم سخنران بعدی و جستار سخنرانی ایشون حضور شاهنامه در آلمان هست. درود بر شما جناب سینا و گویان پیشگاه شما، بفرمایید. سپاس می‌گم.